سلام دوستان عزیزم حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به کانال زبان دات من مهناز هستم و در این درس درس شماره چهار از آموزش لغات چهار هزار رو داریم که بر اساس کتاب تحت همین عنوان این لغات انتخاب میشن از کتاب های چهار هزار لغت ضروری در زبان انگلیسی که از جلد اول شروع کردیم داریم لغات رو درس به درس با هم بررسی میکنیم و امروز درس شماره چهار از جلد اول یعنی جلد قرمز رنگ هستیم خب بریم سراغ کلمه اول appropriate appropriate این رو لطفاً appropriate نخونید یعنی به A صدای ا اختصاص ندید پس این رو به جای اینکه بگیم appropriate میگیم appropriate appropriate و استرس روی P هست appropriate یعنی قسمت پی رو باید بلندتر تلفظ کرد پس appropriate appropriate به معنای مناسب یک صفت هست به معنای مناسب It's appropriate to wear a suit when you go to the office یعنی it's appropriate یعنی مناسبه خوبه to wear که بپوشی a suit یه کت و شلوار when you go وقتی که تو میری وقتی که میری به دفتر کارت به محل کارت پس میگه مناسب این هست خوب این هست که کت و شلوار بپوشی وقتی که میری سر کار یا به دفتر کارت کلمه بعدی avoid avoid باز هم ای رو ا نخونید بچه ها نگید avoid دقت بکنید اینجا رو برای A دوباره در قسمت تلفظ علامت شوا قرار داده و این علامت یعنی باید به اون حرف صدای A اختصاص بدید یک A اما خفیف پس این رو میخونیم avoid ا void استرس روی V هست یعنی روی بخش دوم پس A void این قسمت رو بلندتر تلفظ میکنم این کلمه یک فعل هست به معنای اجتناب کردن، دوری کردن، از یه جای دور وایستادن Avoid the broken bottle on the floor. Avoid the broken bottle on the floor. یعنی اجتناب کن، دوری کن، دور وایستا از broken bottle. broken bottle از broken bottle یعنی اون بطری شکسته on the floor روی زمین میگه از اون بطری شکسته روی زمین اجتناب کن یعنی کنار وایستا روش نرو اوکی؟ پس avoid avoid کلمه بعدی behave behave یک فعل هست به معنای رفتار کردن یا درست رفتار کردن و استرس روی ایچ قرار میگیره و این قسمت بلندتر تلفظ میشه پس میگم بی هیو. یک فعل هست و در جایگاه فعل جمله قرار میگیره She always behaves well when her father is around. She always, یعنی اون همیشه, behaves درست رفتار میکنه well when her father وقتی که پدرش is around around یعنی اطراف وقتی که پدرش مثلا میتونیم بگیم تو خونه است یا دور و اینه سعی میکنه درست رفتار بکنه کلمه بعدی calm calm یک صفت هست به معنای آرام آسوده A nice warm bath makes me feel so calm یعنی یک حمام آب گرم ببینید warm bath بس اینجا به معنای حمام از اون نوع حمامی که توی وان دراز میکشید warm bath یعنی حمام آب گرم a nice warm bath حمام آب گرم خوب و عالی make یعنی باعث میشه که احساس آرام و آسوده ای داشته باشم یعنی حس آرامش داشته باشم به این صورت معنی میشه پس a nice warm bath makes me feel so calm feel so calm یعنی احساس آرامش کردن کلمه بعدی کنسرن کنسرن باز دقت بکنید به او صدای ا اختصاص میدیم چون در قسمت تلفظ برای این حرف علامت شوا قرار داده و این علامت یعنی این حرف رو باید با صدای ا تلفظ بکنیم و استرس روی بخش دوم یعنی روی سی قرار میگیره پس کن سرن کن سرن به معنای نگران یک صفت هست به معنای نگران I was filled with concern after reading the newspaper I was filled یعنی من پر شدم with concern با نگرانی یعنی پر از نگرانی شدم after بعد از reading the newspaper بعد از خوندن روزنامه content content باز این کلمه رو کانتنت نخونید ببینید در قسمت حرف او صدای شوا پس کنتنت کنتنت و استرس روی بخش اول یعنی روی سی قرار میگیره پس کنتنت کنتنت به معنای راضی خوشنود وقتی خوشحال هستید یا راضی هستید از این صفت میشه استفاده کرد یک صفته و در جایگاه صفت در جمله قرار میگیره The baby looked very content sitting on the floor The baby یعنی اون نوزاد اون بچه looked very content look یعنی به نظر رسیدن بچه به نظر رسید very content خیلی خوشحال sitting on the floor در حالی که نشسته بود on the floor روی زمین پس بچه در حالی که روی زمین نشسته بود خیلی خوشحال به نظر رسید که میتونید به جای صفت happy از این به بعد از این صفت استفاده بکنید کلمه بعدی expect expect یک فعل هست به معنای انتظار داشتن و استرس روی قسمت اکس قرار میگیره پس expect expect به معنای انتظار داشتن منتظر بودن i expect the bus to be here very soon یعنی من انتظار دارم که اتوبوس بی هیر برسه اینجا یا اینجا باشه very soon خیلی زود پس در مجموع معنای جمله اینطور میشه که انتظار دارم که اتوبوس خیلی زود برسه frequently frequently استرس روی قسمت اول یعنی روی F قرار میگیره پس این قسمت رو بلندتر تلفظ می کنم frequently به معنای بارها مکررن یک قید هست با این معنی پس we meet frequently یعنی ما ملاقات می کنیم مکررن به صورت تکراری either at the beginning or end of the week either اینجا به معنی یا یا اول و یا آخر هفته either یا at the beginning اول اور یا end of the week آخر هفته پس میخواد بگه که ما مکررن به صورت تکراری بارها و بارها همو ملاقات میکنیم یا اول هفته یا آخر هفته habit habit یک اسم هست به معنای عادت عادت وقتی یه چیزی میخوایم مثلا بگین عادتش رو دارم از این کلمه استفاده میکنین و استرس روی قسمت اول هست یعنی روی H قرار میگیره پس habit habit. Smoking is a bad habit that can kill you. یعنی سیگار کشیدن is هست یک عادت بد که can kill you میتونه تو رو بکشه یا احتمال داره که تو رو بکشه. پس سیگار یا سیگار کشیدن یک عادت بد هست که میتونه باعث مرگت بشه. Instruct Instruct یک فعل هست به معنای آموختن یا دادن مثل فعل تیچ هست بچه ها و استرس روی اس قرار میگیره پس این قسمت رو بلندتر تلفظ کنید instruct instruct my teacher instructs us in several subjects. یعنی معلم من instructs یاد میده آموزش میده us به ما in several subjects چندین موضوع رو چندین درس رو issue issue استرس روی بخش اول یعنی روی ای قرار میگیره یک اسم هست به معنای موضوع موضوع مهم the man spoke about یعنی مرد صحبت کرد درباره درباره چی issues that were important to the people موضوعاتی که مهم بود برای مردم issues یعنی موضوعات that که were important که بودند important یعنی مهم مهم بودند to the people برای مردم نان نان چون یک بخش هست میدونید کلمات یک بخشی در زبان انگلیسی استرس ندارند پس این کلمه استرس نداره. یک زمین هست به معنای هیچ یک، هیچ کدام. He spent all his money. There is none left. He spent یعنی اون خرج کرد all his money همه پولش رو. There is none left. هیچ چی باقی نمونده پس ببینید there is none left میتونه یک جمله حالت اصطلاح باشه وقتی پول یا هر چیز دیگه ای تموم شده و هیچی ازش باقی نمونده میتونیم از این اصطلاح استفاده کنیم there is none left یعنی هیچی باقی نمونده patient patient یک صفت هست به معنای صبور صبور و دقت بکنید استرس روی بخش اول یعنی روی پی قرار میگیره پس این قسمت بلندتر تلفظ میشه patient patient i had to be patient and wait until 5 o'clock to leave. I had to یعنی من مجبور بودم در زمان گذشته من مجبور بودم be patient صبور باشم and wait و صبر بکنم until five o'clock تا ساعت پنج to leave که بعدش برم پس مجبور بودم که صبر سب بکنم، صبور باشم و منتظر بمونم تا ساعت پنج تا اینکه بعدش لیو یعنی ترک کردن و جایی رو به مقصد دیگری در واقع ترک می کنید لیو فعل لیو رو میشه استفاده کرد. positive پازیتیو یک صفت هست به معنای مثبت مثبت و استرس روی پی قرار میگیره Positive, positive. She has a positive future. یعنی او داره یک آینده مثبت، یک آینده خوب. پس میتونیم در کنار معنای مثبت، معنای خوب هم مثل good بهش اختصاص بدیم. She has a positive future. یعنی اون داره یک آینده خیلی خوب اهد پیش رو of her after finishing college بعد از اتمام یا تمام کردن دانشگاه پس یه آینده خیلی خوبه رو پیش رو داره بعد از تمام کردن دانشگاه punish, punish. یک فعل هست به معنای تنبیه کردن تنبیه کردن استرس روی پی قرار داره پانش پانش تو punish me my teacher had me stand in the corner برای تنبیه من پس ببینید تو punish می یعنی برای تنبیه من my teacher معلمم had me stand in the corner منو مجبور کرد که گوشه کلاس وایستم stand یعنی ایستادن in the corner یعنی گوشه یا کنار جایی represent represent استرس روی s قرار میگیره و این قسمت با فشار بیشتری تلفظ میشه represent represent یک فعل هست به معنای نماینده کسی بودن به جای کسی صحبت کردن My lawyer will represent me in court یعنی وکیلم به جای من صحبت میکنه in court در دادگاه یعنی نماینده من در دادگاه وکیلم هست شیک شیک یک فعل هست به معنای لرزاندن When people shake hands وقتی که مردم می دستشون رو یعنی چی؟ این حالتی که با یه شخصی دست میدید و دست همو تکون میدید مثلا وقتی قراردادی امضا کردید یا قولی می به هم بدید به این حالت میگن shake hands When people shake hands, it usually means they agree. وقتی که مردم شیک هند می کنن یا دستشون رو تکون می دن It usually معمولا means به این معنا هست که They agree با هم موافقن یا به توافق رسیدن Spread Spread یک فعل هست به معنای مالیدن، پخش کردن I like to spread butter on my toast یعنی من دوست دارم که روی توستم کره بمالم کره پخش کنم اوکی؟ I like to spread من دوست دارم که بمالم یا پخش کنم butter, کره on my toast روی نون توستم stroll stroll یک فعل هست به معنای قدم زدن اما با آرامش و خیلی آهسته وقتی حالت تفریح میرید قدم میزنید معمولا سترول میکنید My dog and I strolled through the park today یعنی سگم و من strolled قدم زدیم به آرامی through the park today بین پارک یا توی پارک امروز یک فعل هست و در جایگاه فعل جمله قرار گرفته و چون کلمه یک بخشی بود استرس نداشت village village استرس روی V، یعنی این قسمت بلندتر تلفظ بشه Village یک اسم هست به معنای روستا There are only a few houses in my village There are یعنی وجود داره Only فقط a few houses تعدادی خونه in my village در روستای من این دو ویدیو که مرتبط با درس امروز هست و پیشنهاد میکنم حتما ببینید و اگر دوست داشتید کانال زبان رو سابسکرایب بکنید که از اینجا به بعد ویدیوهای بیشتری در زمینه آموزش زبان بتونید دریافت بکنید